با سلام و روز بخیر خدمت عزیزانی که بیننده سری برنامه های مروری بر ادبیات داستانی معاصر در افغانستان هستند امیدوارم که روز و روزگارتان خوش باشد در اولین قسمت از سری برنامه های مروری بر ادبیات داستانی معاصر در افغانستان من نیلوفر نکسیر در خدمت شما عزیزان قرار دارم وقتی صحبت از داستان و داستان نویسی معاصر و مدرن میشه نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا در ادبیات فارسی ما داستان نویسی به از چه زمانی به صورت مدرن و به صورت معاصر و امروزی تجربه کردیم و یادآور شد که عمر داستان معاصر چه در زمینه داستان کوتاه و چه در زمینه رمان در ادبیات داستانی معاصر فارسی بسیار کوتاه هست و در حقیقت داستان مدرن و معاصر بسیار جوان هست در ادبیات فارسی قبل از امروز ما در ادبیات کلاسیک شاهد حکایت ها و برحال قصه های فارسی هستیم که اگر خواسته باشیم از لحاظ تکنیکی قصه های فارسی بسنجیم و اونها رو بررسی کنیم به معلفه هایی نمی رسیم که در داستان معاصر حال اون معلفه ها وجود داره چرا که در داستان های در قصه ها و اکایت های کوهن ما روابط علت معلولی زعیفر می بینیم و شام شاهد خادسه حادثه معقول و منطقی نیستیم به و داستان ها و افسانه های کوهن حال همون پیرنگ بسیار ضعیفی داره که طبیعی هست و این نکته برمیگرده به اوضاع اجتماعی و این که در اون دوران ادبیات تجربه داستان کوتار به اون صورتی که در دوران معاصر داره نداره یعنی به این, این حرف به این معنا هست که اگر خواسته باشیم ریشه های ادبیات داستانی امروز را در گذشته ها جستجو کنیم به قصه بر به روایت بر میخوریم اما قصه و روایت به معنای امروزی نه بر حال داستان کوتاه و رمان و در کل ادبیات داستانی در, در زبان فارسی چه در ایران و چه در افغانستان متأثر و ریشه گرفته از ادبیات داستانی در غرب هست و تعاریفی که در غرب کسانی مثل ادگار آلن پو و بقیه کسانی که در زمینه داستان کوتاه نخستین تجربه ها رو داشتن در زمینه داستان معاصر نخستین تجربه ها رو داشتن به تعریف های از اونا برمیخوریم و داستان معاصر فارسی در ادبیات افغانستان و ایران متأثر از همان متعارف هست اگر مشخصا در زمینه داستان کوتاه در افغانستان بپردازیم وقتی که 200 سال قبل فعالیت های روشن فکری در افغانستان آغاز شد که این فعالیت های روشن فکری نخستین جرقه از دور محمود ترزی در افغانستان زد داستان معاصر ریشه گرفت و پا گرفت و از همان دوران تا امروز هست که ما شاهد داستان‌های زیادی در افغانستان هستیم که حاصل نخستین تلاش هایی هست که محمود ترزی در این زمینه داشت محمود ترزی با تحصیل بیرون از افغانستان و تجربه در بیرون از افغانستان وارد افغانستان میشه و نخستین در اقیقت دومین جریده جریده در افغانستان که در اقیقت رشد مطبوعات رقم میزنه و رشد مطبوعات در اقیقت رشد جریان روشن فکری رقم میزنه در افغانستان نخستین تلاش هار محمود ترزی انجام میده در جریده به نام سراج اخبار و اجازه ای از ازور از امیر عبدالرحمن خان میگیره از امیر حبیب الله خان میگیره و باید گفت که چون خود محمود ترزیه و از خاندان برحال شاهی هست و از خاندانی هست که با دربار پیوند دارن به راحتی در ابتدا میتونه که حال اجازه چاپ سراج الاخبار بگیره و با اندیشه این که در این جریده با چاپ مباحثی میتونه که افکار مردم نورانی به ساز تنویر به و تغییر بده و با این اندیشه که بتانه با چاپ متون و با ترجمه متون حداقل مردم افغانستان و مردم کشور به جریان هایی که در بیرون از کشور وجود داره و به حال جریان های روشن فکری که وجود داره آشنا بسازه و تا حد زیادی هم در همین زمینه موفق هست